so sorry, but you don't miss anything. من در مورد فیلم نمیخوام حرف بزنم چون همه ما در مورد فیلم حرف زدیم، هر کسی میتونه نظر خودشو بده. من فقط فکر میکنم که چیزی رو که من به عنوان پرزنتر میتونم جواب بدم دیوانگی این خانومه که تقریبا بیشتر شما بهش اشاره کردیم و فکر میکنم برای همه شما سوال باشه، اینکه دیوانگی این خانوم چه معنی میتونه داشته باشه. کارگردانی که این همه دیالوگ های خوب و این همه موقعیت های خوب رو منطقی کنار هم چیده، چطور میتونه یه همچه پایان احمقانه ای داشته باشه؟ من برای اینکه اون سوال جواب بدم نیاز دارم که در مورد ایجنسی یا عملیات حرف بزنم. یه تعریف ساده از عملیات هست. عملیات یعنی که کنشی که اتفاق میافته توی کانتکس اجتماعی و یک کسی هست که اون کنش رو انجام میده به اسم عامل و قدرتی از طریق عملیات انتقال داده میشه، جا به جا میشه. بنابراین ما یک کنش داریم و یک زمینه کنش، در واقع کنش میخواد با قدرتی که توی اون کانتکس هست مبارزه کنه و یا اونو پس بزنه یا به سمت خودش بکشه. بنابراین ما یک هر کنشی که اتفاق میفته توی کانتکس یا مؤثره، یعنی قدرت رو تغییر میده و یا اینکه جلوی قدرت رو میگیره و سد میکنه، که من بعدا به این نکته مهم برخواهم گشت. حالا چرا اصلا عملیات مهمه؟ من فکر میکنم ماها به عنوان سوژه های اجتماعی میتونیم تمام پدیده ها، تمام رفتارهای اجتماعیمون رو بر اساس عملیات و سوژگان یا سابجکتیویتی اجتماعی تعریف بکنیم. خب قبل از قرون وسطا، تو به من وقت یادآوری میکنی؟ آره برو. قبل از قرون وسطا تمام ایجنسی ها مار خدا بود، یعنی ماها هیچ تأثیری نمیتونستیم روی جامعه بذاریم. بعد از اینکه شهرها شکل گرفتن، تقسیم کار صورت گرفت، بعد ظهور پروتستانیسم ایجاد شد، مفهوم عملیات انسان به وجود اومد. ولی هنوز هم عملیات انسان به عنوان تأثیرگذار مطرح نیست تا زمانی که جامعه شناسی به دنیا میاد و در واقع اون ساختار اجتماعی رو پیش روی ما میذاره و به ما میگه که ما در یک محدوده خاصی فقط میتونیم کنش داشته باشیم. بذارید بحث از اصلا از انتزایی بکشم بیرون، چون خیلی بحث دارم که انجام بدم در مورد این قضیه. بیایید من به فوکو اشاره خواهم کرد تو این زمینه برای حل اون مسئله دیوانگی. بیایید فکر کنیم اون خونه ای که همه اون زنها، اون چهارتا خانوم اونجا بودن، یک گفتمانه. یعنی یک آقایی هست به قول سیما و بقیه گفتن فالوسه، یا یک کسی که چهره نداره، همه جا حاضره، حتی اگر نیست هست به خاطر اینکه چهره نداره. اون خونه رو ما گفتمان میدونیم و اون خانوم ها عامل هایی هستن که تو اون گفتمان دارن کار میکنن. ما برای فهمیدن اینکه ایجنت چه قدرتی رو میتونه کسب کنه و چه تأثیر رو میتونه بذاره، من یک به یک این خانوم ها رو بررسی میکنم. چه خیلی گرم سرمه تو چیزه که هم دارم که میلرز. خانوم اول خانوم اول در واقع هیچ کاری نمی کنه، هیچ حرفی نمی زنه، هیچ مخالفتی نمی کنه، هیچ موافقتی هم نمی کنه. در واقع سوژگانی خودش رو میرسونه به حد اقل، یعنی هیچ مخالفتی انجام نمیده، ولی در این حال باز ایجنت داره تایید میکنه فالوس رو، داره تایید میکنه اون گفتمانی رو که تو اون خونه جریان داره. خانم دوم با اینکه بچه آورده ولی بچه پسر نیاورده و بنابراین مجبوره که هی تلاش کنه که بچه پسر بیاره، بنابراین باز هم یه ایجنته و میخواد خودش رو از اون وضعیت سرکوب شدگی رهایی بده. خانم سوم با تجاوز کردن و تخطی کردن از قانون پدر سالاری اون گفتمان میخواد خودش رو از اون وضعیت ستم دیدگی نجات بده. اما خانم چهارم ادوکیتد میاد اونجا و سعی میکنه که راههایی رو پیدا کنه برای اینکه تأثیر بذاره روی
گفتمانی که هست. اما ما از فوکو میدونیم که گفتمان هیچ موقع تغییر پیدا نمی کنه و تنها میشه در مقابل قدرتی که توی گفتمان در چرخش مقاومت کرد. و تمام این 4 تا خانوم، اول و دوم و سوم و چهارم، در واقع دارن در مقابل این قدرت مقاومت میکنن. و ولی خانوم چهارم مقاومتی که میکنه خیلی اساسیه. حالا من چرا اشاره کردم به سوژه؟ من بهتر اینو بذارم که نشه هر دفعه نگاه میکنم احساس میکنم چیزایی رو میس کردم. نه دارم فکر میکنم که چجوری بگم. سوژه زمانی میتونه عامل باشه، ایجنت باشه که آزاد باشه. ما شخصیت های دیگه هم تو اون خونه داشتیم از قبیل اون آدمایی که میومدن، دختره مستخدمه، ولی چون اونها سوژه های آزاد نبودن، خودشون رو تسلیم کردن به قدرت برسالاری اون خونه، بنابراین نمیتونن ایجنت باشن. ایجنت های ما البته میتونن، ولی نه به اون وضوحی که اون 4 تا هستن. حالا اون خانوم با دیوانه شدنش، یعنی در واقع معنای دیوانگی اون خانوم اینجا نشون داده میشه که چرا این دیوانه شدن میتونه یک مقاومت یا مبارزه علیه اون قدرت حاکم توی گفتمان یا کاخ باشه. برای اینه که اون خانم با دیوانه شدن خودش سوژگانی خودش رو برمیداره، میاره بیرون از قلمرو عقلانیت یا پادشاهی اون ارباب یا اون گفتمان، و در واقع بدون اینکه مثل خانم سوم کشته بشه، بدون اینکه مثل خانم دوم همچنان داره باز تولید میکنه و مثل خانم اول که اصلا استاپ کرده دیگه، تسلیم شده و دیگه نمیتونه فعالیت بکنه، خودش رو از قلمرو سلطه ارباب میکشه بیرون و تبدیل میشه دیوانه شده. در واقع به اوج رهایی میرسه بدون اینکه بتونه گفتمان رو باز تولید کنه. ما خانم اول، دوم، سوم همه دارن باز تولید میکنن قدرت یا اون هنجارهایی رو که در اون خانه هست، ولی تنها کسی که هنجارها رو باز تولید نمی کنه اون خانم چهارمیه که دیوانه میشه. نکته خیلی عجیب و غریب که نه، نکته خیلی خوبی رو که من میتونم از این بگیرم اینه که رویکردهای فمینیستی به مسئله رهایی بخشی زن از همینجا میتونه نتیجه گرفته بشه. فوکو میگه که هیچ مقاومتی نمیتونه گفتمان رو از بین ببره، تنها کاری که میتونه بکنه اینه که در مقابلش ایستادگی کنه و آستانه قدرت اون رو کمتر و کمتر بکنه. و هر زمان که مقاومت برنامه ریزی میشه، تبدیل به پروگرام میشه، هنجاری میشه و بنابراین دیگه از اون مقاومت بیرون میاد. ولی این خانم چهارم به ما یاد دادش که چجوری میشه گفتمان اون خونه رو، چون گفتمان ها وابسته به کانتکست هستن و هر کانتکست با کانتکست دیگه فرق داره، ولی اون خونه چجوری میتونه اون رو پیش کرد. من واقعا معذرت میخوام، خیلی بد حرف زدم. اوکی، so from now on we have 2 ways to talk. Either you're gonna have the right to have a 2-minute talk. Q&A. Question. Oh right, yeah, right. Any question? Do you have any question from our presenter? Yep. Sorry. همین مرسی از پرزنتیشن. من انگلیسی میگم که متوجه بشید. So you looked at it from a Foucaultian perspective and you pointed out that in this case madness has a emancipatory function to play, right? But can't we see this as a fatalist interpretation? Fatalist in a sense that if we assume that at the end of the day the characters are going to play their subjectivity or empower themselves by getting mad or getting outside of the system is not challenged at all.
So from that reading, the only way to challenge the system is to challenge it within the system, not going beyond the system. And another point is, I don't know whether you agree or not, she didn't get mad because she wanted to. She got mad because she had to. So it's different, because if you are again exercising your subjectivity, it's a matter of also having that intention. Do you agree or disagree? اون من بحث بعد به خاطر این گفتم خیلی بد حرف زدم، به خاطر که اصلا یک بحث دو ساعته می‌خواست که توضیح بدی، چون من خودم خوندم و یاد گرفتم مثلا اینجوری است که من از وقتی که مادر به دنیا آمدم بلد بودم در مورد فوکو. فوکو همونجوری که میگه ما بیرون از سیستم نمیتونیم کاری بکنیم، یعنی اصلا بیرون از کانتکست، بیرون از سیستم نمیشه کنش ورزی، یعنی اصلا از نظر اجتماعی غیر ممکنه که ما بتونیم. مثلا من به عنوان همجنسگرا بتونم مثلا هویت همجنسگرایی خودم رو باهاش مبارزه کنم، من چطور میتونم برم تو چین و با همجنسگرایی خودم مبارزه کنم؟ به خاطر یا مثلا برم هلند و اونجا مبارزه کنم؟ کانتکست فرق میکنه. من خودم زمانی که ایران بودم دغدغه هم فرق میکرد، زمانی که اینجا اومدم دغدغه خیلی مثال لوسی بود، اما بیرون از سیستم نمیشه فعالیت کرد. و همونطور که در مورد مقاومت گفتم، هر موقع ما وارد سیستم میشیم و به عنوان یه قدرت مخالف علیه سیستم عمل میکنیم، لاجرم هنجاری میشیم. بذار من در مورد همجنسگرایی بگم. خود فوکو در مورد همجنسگرایی میگه که همجنسگرایی یک فرصت سیاسیه، ولی اگر الان زنده بود من یقینا بهتون میگم که میگه که خب همجنسگرایی چیز هنجاریه، تموم شد رفت. یعنی به محض اینکه یه مخالفتی هست و هنوز هنجاری نشده، میتونه به عنوان رهایی بخش در نظر گرفته بشه، میتونه کارکرد ایجنت در نظر بگیره. ولی زمانی که من اومدم اینجا و حرکات اینجوری کردم، مثلا کیس فلان دارم، شما منو به عنوان همجنسگرا میبینید، برام ارزش قائلید، ولی من دیگه ایجنت نیستم، من تبدیل به یک هنجار شدم. من فکر کنم یکی از بهترین، به نظر خودم یکی از بهترین پرزنتیشن بود، بازی کوتاه بود و خیلی دوست داشتم. ولی به نظرم به خاطر کوتاهیش به یه سری سوالات به وجود آورد تو ذهن من که از قبل هم بود که پاسخ داده نشد. فیلم پر از جزئیاته، مثل این که یه جاهایی البته باز خلاصه بگم که تو بحثا میاد، اصلا فیلم ساده ای نیست، خیلی فیلم پیچیده است. یکی اینکه نظرت راجع به همین بگو، و دوم این که می مثلا ما شخصیت مثلا اون یار رو داریم، یار حالا یارش که هرکی که هست، اون چقدر سابجکتیوه تو بین اونا، در حالی که اون به نظر من یه جای بالاتر از بس حتی زن اول که هست، ولی ما ایجنسی اونو میبینیم، اگرچه باز درگیر بازی قدرت اون کانتکس هست و درگیر گفتمان هست. یا ما میبینیم که شخصیت زن سومه که داره زن چهارمو در زن چهارمه که داره زن سومو به پشتن میده. من احساس میکنم این چیزی که حالا میگم، اگرچه میگم فیلم یعنی آوتپوت دیدگاه فمینیستی ما، این که اگه بخوام قضاوت بکنیم واقعا فیلم به نفع فمینیسم بود یا به ضررش، که اصلا من معتقدم نباید همچین سوالی بپرسیم، ولی به هر حال یه بدبینی تو فیلم هست. بدبینی این که اون زنی که از همه ایجنت تره به قول تو، داره زنی که میره توی هتل توی کانتکست دیگه‌ای که به رابطه عشقی واقعیش حالا به نظر میرسه مثلا پایبند بمونه، ایجنسیش اونجا زنده نگه داره، یک ایجنسی به یک ایجنسی دیگه داره خیانت میکنه. و در مورد زن چهارم هم که اصلا به عشقش نمیرسه و این روابط بین اینا قضیه رو پیچیده تر میکنه دیگه. و حالا نظر چیه راجع به اینکه این بدبینی توش توی عمق فیلم هست؟ به نظرت چیز نیست، موضوع اصلا اخلاقی نیست. یعنی ما نمیتونیم توی بحث فوکو اصلا مورالیتی رو نگاه نمیکنه. یه بحث فمینیستی هست نسبت به که چجوری میشه توی عاملیت رو تشخیص داد، اصلا فوکویی هم نیست. اون بحث فکر میکنم هانت یه آقایی هست اون مطرح کرده، میگه که ما باید بریم نگاه کنیم ببینیم که کی هرت شده، کی داره سافرینگ داره، و بعد بگیم که اوکی اون میتونه ایجنت باشه. مثلا مارکس میگه که هر جا نابرابر دیدین میتونیم این رو به عنوان یک انگیزه برای ایجنت بودن داشته باشیم. بعد وبر میاد میگه که
آدم رفت وبر و مثلا گفتمان‌های مختلف هستن که میان توضیح میدن، ولی این آقا میگه که بیایم سافر بودن رو چیز کنیم چون اخلاقی تره. مثلا اگر بین ما چهار نفر تو داری سافر هستی، تو میتونی حق داری که در جایگاه ایجنسی قرار بگیری و تغییر بدی، ما همه هم باید بهش به تو متوجه باشیم. ولی وقتی که من اینجوری فکر میکنم، ولی وقتی که فوکویی به ایجنسی های ارتباط هایی که با هم خیلی شدید بینا ایجنتی هستن نگاه بکنیم، چیز اخلاقی رو پیدا نمیکنیم. ما دنبال این نیستیم که بگیم کدومشون رو کمک بکنیم، بلکه همه ما داریم، همه اون ایجنت ها دارن دنبال فرار کردن. فوکو یه اصطلاحی داره میگه که سوژه میخواد فرار کنه از قدرت، و اگر گفتمان این امکانو به سوژه نده، در واقع ایجنسی شکل نمیگیره. همه میخوان فرار کنن و حتی میخوان عقب بکشن، ولی خب بعضی ها مثل اون خانم دوم یا اون مستخدم از بین میرن و در واقع دیگه نیستن که بخوان ایجنت باشن. ولی اون خانم چهارم از این نظر خیلی مهمه، به خاطر اینکه هست اما دیگه باستولید نمی کنه، هنجاری نیست ولی همچنان هست. احسان یه چیزی که جالبه اینه که چرا کاراکتر چهارمی رو عنوان یک استیودنت انتخاب کرده بودن و این یه ذره در واقع مطرح میشد وقتی با زن اول میسیم کرد و میگو که ازش میپرسی که شنیدن تو یونیورسیتی رفتی دیگه چونی و بعدش وقتی میرفتی رو میگو great sins, great sins. این آیا یک اشاره میخواست که فمینیزم بکنه یا it was just debate؟ من واقعا در مورد فیلم هیچ اطلاعاتی ندارم، نمیدونم کارگردانش کیه، اصلا نمیدونم چه اهمیتی داره. من تنها وقتی که فیلم رو دیدم گفتم اوکی، تنها چیزی که من میتونم به عنوان حمید بیام اینجا حرف بزنم دغدغه‌ام همین ایجنسیه و این مسئله رو مطرح کنم. ولی در مورد نکته‌ای که شما گفتین در مورد ایجوکیتد بودن، آیا می‌خواست فمینیست رو مطرح بکنه، من نظر سفت و سختی ندارم، اما فکر می‌کنم کارگردان خیلی باهوش‌تر از اینه که خودش رو درگیر این گزاره ها یا بیانیه های موقتی و زمانمند بکنه. مثلا ما کارگردان میتونست روی ایجوکیتد بودنش برای پرورش شخصیت کار کنه، ولی این کار رو نکرد، فقط میخواست یک تمایز قائل بشه با خانوم ها. ما چهار تا خانوم داریم که همه با همدیگه متفاوتن و ایجوکیتد بودن این هیچ چیزی تو شخصیتش اضافه نمی کنه، چون تمام کارهایی که داره میکنه مثل خانوم های دیگه است. ولی این باید در نظر گرفتش که این رو در اون تایمینگ داره مطرح میکنه. ممکنه در اون تایمینگ یک دختری توی دانشگاه بودن یک صورت چی میگن ریبولوشنی بوده برای خودش، ولی چون ما این اطلاع نداریم، من به نظر من این یه پوینت فمینیزم بوده که آخه از همین موقعیت من میتونم اینو در بیارم که خب 6 ماه تو دانشگاه بوده، یعنی داره مسخره میکنه زنه رو، حتی اصلا نمیتونی چرا نمیتونی با 6 ماه رفتن فمینیست بشین و برگردی؟ شاید داره اینو مسخره میکنه. نه نه نه، من نه اینکه فمینیست بشه، بعد میخواد بگه که خب تو این زمان کسانی بودن که میخواستن به قولی ادوکیت بشن، تنهایی بودن که میخواستن. 100% با شما موافقم، همه برداشت‌ها رو میشه از این فیلم کرد، ولی من به خودم جرئت نمیدم که این برداشت رو بکنم، به خاطر اینکه فیلم اصلا در شأن این برداشت‌ها نیست. اصلا نمیخوام بگم که برداشت شما بده، هر کسی میتونه هر برداشتی بکنه، اما فکر میکنم فیلم رو در کلیتش باید دید، به تنها به چیزهای جزئی نباید پرداخت. یعنی من فکر میکنم ادوکیتد بودن دختره توی شخصیت دختره هیچ نقشی نداشته و توی کارکردی که داره، توی حتی توی ایجنسیش هم به اون صورت تأثیر نداره. شما فکر میکنی تأثیر داره؟ اتفاقا من فکر میکنم که ایژوکیشن چون خدا تو جامعه ایرانی که خدا یه چیز اینجوری که وجود داره، ایژوکیشن که اولا برای آفرز کردن دیگران استفاده میکنن و میکنیم لغبایی که میگوید همینی که دکتر مهندس، ولی
اینی که این زن به عنوان یک ایژوکیتر ومن اومده بود این چیز البته میتونست یه پاور قدرت رو نشون بده، چون همیشه وقتی که جامعه مردسالاری رو نگاه میکنی همیشه به قدرت رو چیز باید همیشه این نگاه رو داشته باشیم، یه قدرت و کسایی که دارن آفرست میشن. به نظر من میشه از این جنبه هم نگاه کرد. حالا من زیاد بچه های خوبتری هستن که میتونن راجع به سینما و از نظر نقد کارگردان. خب حالا چون میشه یه سوالی هم داشتم. سوال من اینه که شما گفتین اولین زن در واقع ایجنت بوده که خیلی پسیف بوده دیگه، انت در واقع کم تاثیر زن ایجنت. یه جنبه ای که اصلا اون ایجزم رو میخواست نشون بده که ایجزم چقدر مدره است توی جامعه مرزادارانه، اون زن نسبت به زنهای دیگه خیلی پیر بود و یعنی پیرتر بود، اینو میشد از این نگاه دید که چقدر مهمه. و بعد این که یه صحبت کوتاه کرده دوستمون هم اشاره کرد، همین که گفت such a sin وقتی که این دختر جوانه بود در واقع معرفی شد، تصمیم هم به اشاره این کوچیکی کرد که وقتی اومد تو در واقع سنش رو پرسید نگاه مادرانه ای داشت. اتفاقا این زن میتونست خیلی دشمنتر باشه، چون معمولا تو جامعه مرزادارانه و تو ایران خودمون معمولا زن اول بوده که تو پولیگومیا همیشه دشمنتر بوده با زنهایی که بعدها می اومدن، ولی این زن کاملا نگاه مادرانه داشته به این دختر. مخالف من احساس میکنم که حتی با اون کلمه کوچیکی گفت such a sin در واقع گفت چقدر این مرد و میتونه گناهکار باشه که یه همچین بچه ای رو برداشته آورده. حالا موافق یا مخالف؟ فقط یک کلمه حق مخالف. در مورد اون خانم دوم یه هدیه ای رو داد و همش سعی کرد آدم ها رو بخره با لبخند بخره. در واقع این خانم سوم با آبزیر کاهی و با کلک زدن و فریب دادن سعی میکرد که ایجنسی خودش رو پیش ببره، خانم دوم با محبت کردن و با اخلاقی بودن لبخند هدیه دادن سعی میکرد که بخره. و حتی مثلا من فکر میکنم اگر بخوایم مثلا بالا نگاه کنیم بدجنس‌ترین خانم دوم بود، به خاطر اینکه تمام همه چیزا رو به هم زد. اول در مورد سن حق واقعا حق با شماست، من رو همینجوری فکر میکنم. یعنی چیزی که فکر میکنم ایجنسی اون خانم و خانم اول شکل میده به خاطر اینکه پیره و این گفتمان مردسالاران داره میگه، نه من، مردسالاری داره میگه که خانم تا زمانی میتونه ابژه جنسی باشه برای من لذت بخش باشه که وقتی که پیر میشه خب دیگه خود به خود خودش هم باور کرده که دیگه هیچ نقشی نداره و میاد هیچ حرفی هم نمیزنه. آره من حتی فکر می‌کنم که این خانوما حتی ابژه سکشی نبودن، فقط بزن خانم لنگاشون بود که ابژه سکشی بود، دائم باید پشنه اونجا هیت زرب بخورن. ولی دیسکشن برای آره دیسکشن برای شما این سوال داشتی. نه من یه نکته مهمی که ما همون فکرم دیسکشن کردیم مطرح نیست. ما فقط فیلمای هالیوود نگاه کردیم. شاید شما نگاه کردید ولی من زیاد نگاه نکردم. این خیلی مهمه که این حرف درسته. شما خودتون باید برنامه بذارید که ازو مستند بیست توی جامعه که اینقدر سنتیه یه همچین اتفاقی میفته با هم پوزیشنگری و اینا یه چیز غیر ممکنه. ولی نکته مهم اینجا هست که اولا که حتی این زن ها معلومی که از طبقه بالا بودن که بیدیم یانر اصلا خودش دارش باز مثل اینا باشه از این ستون به اون ستون فرجه، یعنی حتی اون ستون پایینی حتی دیزرو نمیکن که مثل اینا باشه. اون زن تحصیل کرده تو دار مثلا 20 مثلا دوانا تو خانواده بالایی بود، ولی زن ها رو اگه نگاه میکنی یک اولی به دومی به سومی به چهارمی هی قدیتر میشه. اصلا اون اتاق بالا سمبل این بود که این جنریشن قبلی هم چیزایی بوده، این داره تکرار میشه. خودتون من میخوام مقایسه کنم، شما مثل توی جامعه ایران شاید حالا ما خود کنیم ما شفته تریم شاید هست،
ولی تصور کنید اگه برای همجنسگرایی این آزادی که میخواد اینجا باشه درست مثل همینه، درست مثل همین الان شما چجوری میتونید انتظار داشته باشید که بلند شن فسیان کنن و شورش کنن و محفظ شد یه رزلمنس خوبی داره کردی. حالا من میشه بپرسم آره سوالتون در یه جمله چی؟ من فقط همین میخوام بگم که اون اتاقی که بالا بود نشون دهنده بود که مستره اینو گذاشته اینجا اینو بترسن از طرف هم وجود این برای اینا بود که امیدی هست که بالاخره یه روز این اتاق از بین بره. بالا من حرف ندادم در مورد اتاق، فکر میکنم اتاق رو من مثل فانوس، مثل ماساژ، یعنی در واقع اینها اون استیتمنت هایی هم که گفتمان مردسالاری اون خونه رو میسازن، یعنی اتاق چی از نظر من کار کردش فرق نمیکنه با فانوس، روشنگر فانوس، ماساژ دادن یا توجه آره دیگه همین ستا رو من بکنم. نه خب آمیسترین هم همین برای دیسکوشن بدن برای اون اتاق برای تنبیه برای اینکه اون خانمه رفت پیدا کرد. خب هر دفعه که اینا ماساژ نمیگرفتن تنبیه میشدن. نه آقا بند هر دفعه که فانوس روشن نمیشد تنبیه میشدن. یعنی اتاق مرد هم با نرفتن توش تشویق داری میشین شما به اربابتون خوب خدمت کنین، ولی زمانی که میرین، حالا همین معکوس میشه توی ماساژ دادن، زمانی که شما ماساژ میگیرین بعد به اربابتون خدمت کنین، وقتی نمیگیرین بعد حواس تنبیه میشه و حواستون که به اربابتون بدین. یعنی از نظر من فرق نیست. سیما سوال می‌خواستم بپرسم چرا ما فکر کردیم زن دیوونه است؟ واقعا فکر می‌کنم من نه، واقعا فکر می‌کنم ما داریم بول این چیز رو می‌خوریم، سیستم رنیت. اگر خودمون رو یعنی بیاییم بیرون از اون فضا و از بیرون نگاه کنیم به این قضیه، یک جوری میتونیم همدل باشیم با این زنی که فکر میکنیم دیوانه است، چون هیچ چیز دیگه ای ندیدیم ما مبنی بر این که این دیوانه است. دو تا چیز بود، یکی این بود که وقتی اون حلقاویز شد دیگه زنه، حلقاویز شدن زن رو که دید جیغ زد، خب اینو همه ما میتونیم این واکنش رو داشته باشیم. یکی دیگه هم این که اون زنی که بعد از این اومد اون گفت که این کیه، اونی که داشت ماساژش میداد گفت، اون زنی که در واقع یکی از همون ایجنت های اون فضا هست اون گفتش که این دیوونه شده مثلا زن چهارم. من فکر میکنم که این خیلی مسئله مهمیه. حالا من توی حرف تو فقط میگم دیوانگی رو هیچ کدوم از اینا ندادن به ما، دیوانگی رو فقط مرد مستر خونه به ما داد، برگشت گفت یورگان مد، یعنی اون بود که به همه برگشت گفت تو دیوونه ای. خب میدونی یعنی من اتفاقا همونجا گرفتم که این طرف دیوونه نیست، مرد لقب دیوانگی رو به این زن گذاشت توی خونش که مبادا فاش بشه قتلش. میدونی چی میگم؟ دقیقاً. خب من دقیقاً میخوام همین رو. حالا آره نه الان میخوام دیسکاشن کنیم ولی سوال چیه؟ تموم نشه. خب سوال نداشتم، در واقع یک کامنت بود، یک چالنجی که شاید بشه به این نکته هم توجه کرد که در واقع همیشه وقتی یک اتفاقی میفته و نظم موجود رو به هم میزنه، چون اون آدم تنهاست، یک مقاومتی در مقابل اون نظم موجود نشون داده، پس اون انگ آنورمال بودن بهش زده میشه و اینه که خیلی مهمه. یعنی ما توی مسائل خشونت علیه زنان، زنی که بهش تجاوز میشه چرا صداش در نمیاد؟ به خاطر اینکه میترسه بهش انگ دیوانگی یا خیلی چیزهای مشابه این رو بزنن که نمیاد. یعنی یک چیز خیلی مهمیه توی این مباحث زنان و فمینیسم که من به نظرم نباید فراموش کنیم. یعنی من اصلا فکر نکردم حالا این حرفتون میذاریم برای دیسکاشن ها چون سوال نبود. سیرو سوال داشت. من میخواستم فقط در رابطه با پوکو اضافه کنم، سوال ندارم اگه میشه بذاریم. پس بذاریم اونا که سوال دارن بعد یه سوالش. من هم فکر نمی کنم که زن دیوانه شده بود، یعنی ما هیچ دلیل خاصی نداریم که نشون بده که زن اونجا. این نکته که مخواستم اینم سوال من این بود که تو همطور که سیرو اشاره کرد سیستم اینا رو به وجود آورد، برای یه چیز جالبی بود که تو این فیلم ما هیچ قهرمانی نداشتیم، یعنی هیچ کسی نبود که جهان بگی که این مثلا آدم میتونه باهاش سمپاتایز بکنه یا بسید، یعنی همه به یه جورای قربانی بودن و در عین هم خودشون عاملای اون ادامه اون وضع، یعنی حتی
میشه. زن چهارم هم اولین برخوری که ما ازش میبینیم اینه که داره با اون کلفته بسیار رفتاری میکنه قبل از اینکه حتی اصلا معلوم بشه که اصلا چیکار هست و چه برشی چون کنه اومده اینا. یعنی یه جوهای همه شون اینه همون که بسیار به یه نحو این قهرمان داستانی که نفر چهارم نفر چهارم به یه نحوی از همه هم بدتره، یعنی کارهایی که کرده و رفتارهایی که میکنه بیشتر از همه انگار مشکل بیجا بکنه. مثلا از این لحاظ یعنی این فیلم نشوندنه این سیستم به مشکل داره، نه اینکه افراد یا حالا من فکر میکنم تمام حرف من در مورد همین بود که یه سیستمی هست اونجا که باعث یه سری ایجنت ها هستن که دارن در مقابلش مقاومت میکنن، یا من بعد حرف زدم یا اینکه شما گوش ندادین. اینم مثلا مقاومت نبود، من میگم خود اونا عامل پرپچوئیت کردن اون سیستم 100% باستولی قرار نبود که اینا بر علیه سیستم مبارزه بکنن، اونا هر کسی سهم خودش از اون جریان بود. بعضی از کنش ها سیستم رو به هم بزنه، ما هیچ انقلابی در این سیستم نمیبینیم. بعضی از کنش ها واکن در واقع باستولید بود، بعضی از کنش ها انسداد بود، یعنی وای میستاد. کشته شدن اون خانم سوم انسداد بود، ماساژ دادن اون خانم دوم به نظر من باستولید بود، یعنی گرامی داشتن اون مرد تایید و تایید قدرت بود. اندیشه من سوال این بود که این زمان که این داستان شروع میشه و این اطلاعاتی ندارم در، ولی میدونم زمان قبل از ماو بوده، اگه بازم در مورد اشتباه نکنم دهه 20 دهه 20 قبل از ماو. آره یه جوری کاموفلاژ میکنه. آره قبول دارم، یه پنهان میکنه. جواب دارم من. پس اینو من میذارم جز دیالوگ. اوکی با هم صحبت کنیم. نه این سوال من میتونم شیفتش کنم. سوال بود. نه نمیدونم. آها چرا بود دیگه؟ بود دیگه. یعنی که در پرسی آیا به نظر این اکسیکیوشن لگال بوده اون موقع وجود قانونی بوده یا نه؟ نو آیدیا. سیریوس تو جواب دادی؟ بله تو سیستم فئودالی چه چین چه ایران تو سیستم فئودالی کلن ارباب کنترل عظیمی داشته و میتونسته بکشه، شقه میکردن توی ایران، هیچ کس کاری باشون نداشته. میدونی شقه چیه دیگه، میبستن به درخت و از هم جدا میشون. توی دیوار میکردن، به گل میبستن. توی سیستم فئودالی تمام اینا اوکی بوده از لانگ از که ارباب این کار بکنه، ولی وای به حال اون سرک جا این کار بکنه. اگر هم شهر می‌فهمیدن که این ارباب کار می‌کنه اتفاق خوبی نیست چون که خودشون نگران بود. بعید می‌دونم. بچه‌ها ما یه سوال دیگه داریم، بپرسیم و بعد میریم سر وقت دیسکشن. آقا پس انتیه یه سوال بود چون که من فکر می‌کنم که اتفاقا این که هر کدوم هویت اون زنها توی یک کلمه یا یک چیزای خیلی کوچیک چطور تعریف میشد اتفاقا خیلی میتونه مهم باشه، چیز گذرایی نباید باشه توی این فیلم. به نظر زن اول به نظر من اون زنی بود که در نبود مستر قدرت مستر رو به دست میورد، یعنی یک زنی بود که در واقع به عنوان یک مرد داشت این سیستم مرسالار رو داشت ران میکرد. زن دوم زن موفق توی سیستم مرسالار بود چون اون چه که میخواست رو داشت میگرفت و همه رو داشت بازی میدار، حتی مستر رو در بود. زن سوم به نظرم جوری برای من شکلی از حالا من چطور بگم مثل هنر بود توی این سیستم. و زن چهارم به نظر من مدرنیته بود در مقابل این سیستمی که تمامش سنته و مدام داره تکرار میکنه رسوم ما اینطوریه، رسوم ما از قبل اینطوری. و به نظر من اون نقش مدرنیته رو داشت در مقابل این سیستمی که همش سنت بود. حالا سوالت میخوام مثال کنم بگم که آیا اینو چیزیه که من گرفتم آیا تایید داره یا نه؟ نمیدونم. ولی پس هویت رو که کردید من فکر میکنم که برداشتی که من از مفهوم هویت دارم احتمالا با مفهومی که شما دارید فرق میکنه. هویت از نظر من همون ایجنتیه که تبدیل شده به هنجار، اول مخالف بوده و بعدا تبدیل شده به هنجار و جزئی از اون
پارادایم جزی از اون گفتمانه دیگه، مقاوم نیست. مثلا خانم اول و دوم و سوم و چهار روم تا زمانی که دیوانه نشده بود همه اینها جزی از اون سیستم بودن و تنها اون خانم چهارم تونست از اون سیستم در بیاد. در مورد اما اگر تفاوت داریم در مورد هویت، اون تو برداشت شماست. خیلی میشه از این برداشت ها کرد. بچه ها همینجوری موو میکنیم تو دیسکشن ها، اگه خواستیم شما کنیم صحبت کرد میشه بابت پرزنتیشن. کسی